رفقا سلام حالتون چطوره خوبین آقا اومدم بیت کوین رو یه سری بهش بزنم BTC به USDT تو تایم فریم دیلی داریم نگاهش میکنیم این خط روند یا همون کانالی که ما برش کشیدیم که یه برخورد اینجا داشت و من سايلنت کنم یه برخوردم اینجا داشت خب دو تا سقفم میتونه حالا اینجا برای ما زده باشه که اوکی کانال معتبر میشه تقریبا آره درسته بعد الان درگیره با کف کانال ما همیشه میگیم با کف کانال بخرین نگران نباشین نترسین ولی اگر سعید ریخت دوباره هم میشه خرید آره پس تمام پولتون نباید بخری و یه پله واسه شست هزار یعنی این حمایتی که خیلی خیلی سنگینه داشته باشی پول پس الان چیکار کنم الان اینایی که توی سود هستی رو به نظر من یه پله خارج آلت و آلکویناتو منتظر با 62 61 60 اردر خرید بچین واسه آلکوینات عدد های پایین تر به دادم هر سیگنالی که به دادم عدد های رو ترش دادم این کارو به نظر من بکنی منطقیه حالا تو تایم فریم یک ساعت هم اگر به مارکتش نگاه کنیم بچه دقیقا روی همین خط 63400 داره بازی میکنه و دفعه قبل که ریخت دیدین تا 62 اعلام کردیم میاد و اومد شدو شد برگشت بالا یعنی چی حجم خریدارها توی این منطقه زیادن پس ما میتونیم به راحتی بگیم آقا اگر دوباره بیاد پایین میتونه شدو بشه برگرده بالا ولی فشار فروش هم کم نیست زیاده پس حواستون به بیت کوین باشه آلت ها چه اتفاقی براشون میفته طبیعتا وقتی بیت یک کوچولو اصلاح بزنه آلت ها میان پایین به هیچ عنوان نترسین و نفروشین چرا ما همیشه به گفتیم آقا هزار بار دیگه هم بهت بگم آقا وقتی قرمز بیت کوین اتریوم داره میره حالا امروز دیروز که رنج بود اصلا داستان یه چیزی است ولی توی سبزی بازار دیروز یادت همشون قرمز بود امروز همشون دارن سبز میشن یه سیو سود بکن اونایی که توی سود هستی رو یه سیو سود بکن 40 50 درصد تتر شو و آماده باش که اگر ریخت پایین بخری اگر هم نریخ چی سایی هیچی پنجا در دیگه تو رفتی بالا مدیری از سرمایه درست حسابی داشتی و از اون طرف ضرره کمتری کردی پس کلا بچه ها نس, نس الان تو مارکت باشین یا چهل درصد تتر باشین پس آلت هایی که میره توی سود حواستون باشه سیو سود یارتون نرید توی 24 ساعت گذاشتم که مانا و سند میشه گفت حرکت خیلی باحالی زدن که بیشترم فاندا داشته CH زدم خوب رفت حرکت کرد حالا یه کوچولو دیگه هم هنوز توقع داریم ازش بره بالا همین این کل داستان بود بیت کوین رو گفتم اتریوم هم گفتم اتریوم نگفتم فکر کنم بریم اول دامیننس یه سر بزنیم اتریوم هم یه سر بشیم می‌زنیم چون درخواست بود آقا USDT همچنان رنج می‌بینیم یعنی هر وقت USDT رو به بالا بره باید نگران باشیم که پول داره خارج میشه سولو چون میدونم خیلی آتون داریم ممکنه یه کوچولو بیاد پایین تر یه اصلاح بده به دامیننسشه بچه خود سول نیست بیاد یه اصلاح بده یه سری به مووینگ دیویستش تو تایم فریم چهار ساعته بزنه خود btc.d هم که یه خط روند کوچولو رو باز تو چهار ساعته اینجا میشه گفت شکونده حالا بیاد یه پول بزنه و ب... بعد بخواد بریزه باز آلت کوین هاتون یه کوچولو میتونن برن بالا اتریوم هم که همچنان فازش رنج کف و سقف میتونه یه خط هم براش کشید یه خط حمایتی اینجا براش بکشیم خب اینو که شکون هیچ کارش نداریم اوکی این خط رو داشته باشیم و اگر این صفحه رو بشکونه که دیگه اتریوم واردش بشین دوباره خرید بزنیم آدا رو میدونم خیلی آتون دارین آدا همچنان داره اذیت میکنه و یکم باید صبور باشین مارکت بیت یک کوچولو رنج بزنه و پول وارد آلت کوین ها بشه پامپ خیلی خوبی اتفاق میفته تو آلت کوین ها بریم تو سال دو هم اگر نگاه کنیم بچه همچنان رنج و داره سعی میکنین سخفه رو کنه و منتظر تا مووینگ دیویستش تو چهار ساعته بهش برسه که یه حمایت بشه دوباره و حرکتش به سمت بالا ادامه بده توتال هم که همچنان همون دیگه ریزشه و این یه کوچولو منتظریم که اینو بشکونه اینو شکون دیگه باز با خیال راحت میتونیم پول وارد کنیم اون 40 درصدی که نقد کردین و سیو سود کردین و دوباره وارد بشین این محدوده هم میتونین دو نقطه این منطقه هم میتونین دوباره یه پله هر چیزی که دارین رو بهش پول اضافه کنین تو توتال حواستون باشه خب اتریوم هم در انتها بگیم و ETHUSCC بچه ها اتریوم همچنان مقاومت رو... یعنی حمایت رو داره حفظ میکنه این دو تا خط سبزاری رو که میبینی این دوتا رو داره حفظ میکنه و خیالت راحت باشه اتریوم فعلا جاش خوبه به نظرم اگر روی عدد 4500 رسید یه پله دیگه بخر و 4200 دو تا پله اینجا سنگین بخر خودم هم, هم کاشتم یه پلم هم 3900 3850 3000 39 این محدوده این منطقه اینجا هم کاشتم بخرم شما دوست داشتین بخرم اینا رو سنگین کاشتم بخرم دیگه سلم سنگین کاشتم بخرم سولم آمادگی شو داره در کل تو یک ماه یک ماه و نیم دیگه بچه ها آلت کوین ها حد اقل حد اقل 50-60 و حد اکثر بین 250 درصد بهتون سود میدن چرا این حرف رو میزنم چون حس میکنم بیت که حرکتش رو شروع کنه بره بالا یه کوچولو رنج بزنه آلت کوین ها دونه دونه پرتاب میشن بالا پس حتما صبور باشین چون خیلی پیام میار سعید بدبخ شدیم رفت پایین نه وقتی میره پایین تو باید بخری اصلا نترس نگران نباش ببین مارکت میری پایین میخرید مثل دیروز خب دوباره میاد بالا تو سود بفروش همین حالا رنج بوده ها خیلی کم مثلا چقدر سود داده ویت نگاه 25 سرمه در سر اصلا مسخره بازیه یا مثلا ICX آی دیگه خوبش بوده 9 درصد 3 درصد ببین 4 درصد نه همه 1 درصد یعنی خبری نیست توی مارکت فقط باید سب کنی تا مارکت حرکتش رو شروع کنه مانا هم که دیگه خیلی خوب بود 12 درصد ببین یعنی اتفاق خاصی توی مارکت دیروز تا امروز نیفتاده پس صبور باشین تا حرکت مارکت شروع بشه و هر چی ریخت تو بیشتر بخر الان میگه آقا مگه من چای نفت دارم یعنی میگه بخر 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 مدیریت سرمایه داشته باش توییم هم که 200 دلار 500 دلار داری باید پله ای خرید کنی وقتی میگم 40 درصد رو نقد کن نترس اونی که تو سودی نقد کن آی جا میمونم از بازار سعید بدبخ میشم بهتر از اینه که مارکت بره مثلا روی 60 هزار بعد اونجا تو پول نداشته باشی بخری بعد فکر میکنم 200 سات اونجا بشه 140 تا مشکلی نداری با این موضوع داری دیگه اذیت میشه باز پی پیوی میگه آه سایی سیگنال داری بدبخ شدم نه سیگنال دادم روش خریدش هم دارم بهت میگم که مشکلی پیش نیاد در این بین ما تو کانال فیوچرز از ریزش ها کلی سود گرفتیم بچه ها اگر شما دوست داشتین بیاین چون مارکت دو طرفه است و کلی میتونین سود کنین هم توی ریزش ها هم توی سعودها هم توی کانال توی کانال وی آی پی فی... اسپات و VIP فیوچرز لینکش رو توی قسمت توضیحات میذارم رباتشو بزن روش و ثبت نام کن و بیا داخل موفق باشید رفیق فعلا